با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه هفتم ماه هوت سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه فوریه سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. گفتگو میان باراک اوباما و رئیس جمهور کرزی پس از 10 ماه. هشدار نماینده امریکا در ناتو از پایان ماموریت در افغانستان. گردهمایی نهادهای جامعه مدنی و شعار در برابر طالبان در کابل. درخواست کمک واشنگتن و لندن از سازمان ملل برای حل بحران اوکراین. با هشدار از جنگ‌های داخلی از بحر نبود قوانین معادن در کشور. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی میگوید که واشنگتن پیمان امنیتی را با رئیس جمهور آینده افغانستان امضا خواهد کرد. باراک اوباما با آنکه بر امضای پیمان امنیتی پیش از انتخابات ماه آینده افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است، اما میگوید که به نظر نمی رسد که رئیس جمهور کرزی این سند را امضا کند. اوباما برای جمهور کرزی اطمینان داده است که امریکا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نامزده مشخص پشتیبانی نخواهد کرد و بر بی‌طرفی نهادهای انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است. اتمام حجت با کرزی چراغ سبز بر رئیس جمهوری آینده. رئیس جمهور اوباما پس از 10 ماه با رئیس جمهور کرزی صحبت تلفنی داشته است. در این گفتگو رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و نیز از کمک به نیروهای امنیتی پشتیبانیش را اعلام کرده است، اما گفته است که امضا نشدن پیمان امنیتی واشنگتن را ناگزیر ساخته است تا گزینه‌های گوناگون به ویژه گزینه صفر را بررسی کند. با این هم رئیس جمهور اوباما گفته است که این پیمان را با رئیس جمهور آینده امضا خواهد کرد. ما فکر میکنیم این گفتگو هم که از جانب اوباما آغاز شده دلیلش فشار متحدین ایالات متحده آمریکا است و دلیل چیز دیگری که من هنوز باور می‌دارم که ایالات متحده آمریکا هنوز فرصت خواهد داد دولتی که بعد از انتخابات به میان میاد، انتظاری از اون عزی هست که برخورد از اون صورت به قضایا چی است. در اون حالت که اگر برخورد ادامه چنین باشه، من فکر میکنم وقت گزینه صفر احتمالش بیشتر میره. این گفتگو 45 دقیقه به درازا کشید و ظاهراً رئیس جمهور اوباما خواسته است نشان بدهد که برای قناعت دادن رئیس جمهور کرزی تلاشش را کرده است. اگر رئیس جمهوری افغانستان ای بار به مشوره ها و نظریات ایالات متحده گوش نتن، عواقب و پیامدهای تلخ آینده و خونبار آینده بر رئیس جمهوری افغانستان برمیگرده، نه به ایالات متحده آمریکا که کمک نکرده باشه نیروهای امنیتی افغانه. واشنگتن امیدش را از رئیس جمهور کرزی برای امضای این پیمان بریده است و ظاهراً بر رئیس جمهور آینده دلبسته است تا این پیمان را با وی امضا کند. بررسی گزینه صفر هشدار تازه برای افغانستان میتوان بود، اما دیده شود که گره این پیمان چی زمانی و به دست کی گشوده خواهد شد. در این حال کاخ سفید میگوید که اگر افغانستان پیمان امنیتی را با آمریکا امضا نکند، واشنگتن ناگزیر خواهد بود که افغانستان را بار دیگر تنها بگذارد. در این حال وزارت امور خارجه آمریکا این پیمان را به سود افغانستان میداند. بریتانیا و گرجستان دو هم پیمان آمریکا نیز وجود یک چارچوب قانونی را برای ادامه حضور نظامیان ناتو در افغانستان یک نیاز جدی میدانند. در حالی که نگرانی ها درباره بیرون شدن کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان افزایش یافتند، رئیس جمهور اوباما و پنتاگون دستور داده است تا گزینه سفر ساختن نیروهای آمریکایی را در افغانستان بررسی کند. اوباما و طراحان نظامی در پنتاگون گفته است تا این طرح را در صورت نیاز عملی سازند. سخنگوی کاخ سفید میگوید که شماره نظامیان آمریکایی زمان در افغانستان سفر خواهند شد که پیمان امنیتی با این کشور امضا نشود. جی کارنمی افزاید
که تأخیر بیشتر در امضای این سند به حضور آینده ناتو در افغانستان زیان بار خواهد بود. اگر رئیس جمهور کرزی پیمان امنیتی را امضا نکند، احتمال دارد که حکومت جانشین کرزی آن را امضا کند. اما به هر اندازه‌ای که امضای این پیمان به تأخیر بیفتد، حضور پس از 2014 ما در افغانستان از رهگذر سربازان کوچکتر و هدف آن نیز محدودتر خواهد شد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده پیمان امنیتی دو جانبه را به سود دو کشور می‌داند. امضای پیمان امنیتی دو جانبه برای تامین منافع درازمدت ما و نیز برای تامین منافع مردم افغانستان مهم است. هرچند نشانه وجود ندارد که رئیس جمهور کرزی آن را امضا کند، اما اگر همکار تازه ما یعنی رئیس جمهور آینده افغانستان این کار را بکند، ما خرسند خواهیم شد. وزیر خارجه بریتانیا و نخست وزیر گرجستان که هر دو سرگرم دیدار از واشنگتن هستند، بر موقف واشنگتن دیدگاه ما درباره افغانستان بسیار مشابه با دیدگاه ایالات متحده آمریکا است. ما با هم برای چندین سال در افغانستان کار کرده ایم. ما می خواهیم تا این پیمان امنیتی امضا شود. هرچند این مسئله به افغانستان و ایالات متحده آمریکا مربوط می شود، اما ما به شدت رئیس جمهور کرزی و حکومت افغانستان را به امضای آن تشویق می کنیم. گرجستان یک همکار ناتو و ایالات متحده آمریکا است. ما بزرگترین کشور غیر عضو ناتو از رهگذر نیرو به ماموریت های ساب در افغانستان هستیم و ما به ماندن در افغانستان پس از سال 2014 نیز متحد هستیم. هم‌اکنون 33,000 سربازان امریکایی در افغانستان حضور دارند و احتمال دارد از 3,000 تا 10,000 این سربازان پس از سال روان میلادی نیز در اینجا بمانند. با این همه نگرانی ها سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو هشدار میدهد که اگر پیمان امنیتی با آمریکا امضا نشود، ناتو و آمریکا در سال آینده در افغانستان ماموریت نخواهند داشت. از سوی دیگر دبیرکل ناتو در حاشیه نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل از همکاری های نیروهای ISAF با نظامیان افغان در ولایت کنر ستایش میکند. دبیرکل ناتو میگوید که ISAF به درخواست نیروهای امنیتی افغان با کمک هوایی پاسخ مثبت داد و این نمونه از همکاری میان ISAF با نظامیان افغان است. رویداد کنر اینجا در بروکسل از سخنهای نخست مقامهای ناتو درباره افغانستان است. تا آنجا که من آگاهی دارم، از ISAF خواسته شده بود تا از سربازان ارتش افغانستان حمایت هوایی کند و ما این کار را انجام دادیم. من نمیخواهم به جزئیات این عملیات بپردازم، اما آن را یک نمونه خوب از همکاری ها میان نیروهای ISAF و افغانستان میدانم. موزل توافقنامه امنیتی نیز محور اصلی گفتگوهای مقام های ناتو را میسازند. پیمان امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای امضای پیمان امنیتی میان ناتو و افغانستان یک ضرورت است. یعنی ما اکنون دو سند بدون امضا با افغانستان داریم. اگر پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، ایالات متحده و نیز ناتو سال آینده در افغانستان ماموریت نخواهند داشت. آنچنان که مقام های ناتو میگویند، امنیت آینده افغانستان با امضای پیمان امنیتی پیوند خورده است. و اینجا هم مقام های ناتو گرد آمدند تا درباره حضور ناتو پس از سال 2014 در افغانستان دیده شود که رایزنی های مقام های ناتو درباره چگونگی حضور نیروهای خارجی در افغانستان سرنوشت این نیروها را به کجا خواهند کشانید. شریف امیری، تولو نیوز، بروکسل. محمد شفیق گلاغا شیرزی میگوید که وی حمایت طالبان را نیز دارد. آقای شیرزی که در میان از هواداران در شهر کندهار سخنرانی میکرد میگوید که به گونه مستقیم با طالبان در تماس است و میگوید که طالبان تعهد کردند که در صورت برنده شدنش در انتخابات از روند صلح پشتیبانی کنند. این نامزد ریاست جمهوری که در میان هوادارانش در ورزشگاه قندهار سخنرانی میکرد به بنبست گفتگوهای صلح اشاره میکند و میگوید که پشتیبانی طالبان را با خودش دارد و اگر در انتخابات پیروز شود این گفتگوها نتیجه خواهند داد.
دغه طالبان او نامدمان خونم ده نه غواړم ان شاء الله خدای کمی کم بست بعد از مور ځوان ویني مور مسلمانان او دا وطن باید خراب نکو به دا وطن سول راولو امن راولو. شماری از هواداران آقای شیرزای نیز از وی میخواهند که اگر در انتخابات پیروز شود بر تامین صلح توجه بیشتر کند. وجه د افغانستان د آبادی د افغانستان د سمسورتیا او د افغانستان د لاښه سمون دپاره موږ ښاغلی ګلاغا شیرزای کاندید دی او هغه ته به رایه ورکړو. د کندهار د زون د ځوانانو په نمایندګۍ د سولې بیا رغونې او د بلدوزر د ټیم څخه خپل ملاتړ اعلانوم. گل‌آقا شیرزای از هوادارانش می‌خواهد تا در انتخابات شرکت گسترده داشته باشند و به نامزد دلخواهشان رای بدهند. زلمه رسول و دو معاونش برای خانواده یکی از سربازان که در رویداد غازی آباد کشته شد غم کاسه بردند. این نامزد ریاست جمهوری با خانواده این سرباز ارتش ملی همدردی می‌کند و مصارف یک روز پیکارهای انتخاباتیش را با خانواده‌های کشته شدگان و زخمیان این رویداد پرداخت. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. زلمه رسول و معاونانش اینجا در این پس کوچه های گلالود برای پیکارهای انتخاباتی نه بل برای غم شریکی با خانواده یکی از سربازانی که در رویداد غازی آباد ولایت کنر کشته شد آمده اند. این نامزد ریاست جمهوری به خانه این سرباز غم کاسه هم آورده است. ظرف پر از بولونی. این نامزد ریاست جمهوری و دو معاونش با این خانواده هم کاسه می شوند و با آنان غم شریکی می کنند. اولاد از این وطن از یک نقطه افغانستان میره و به نقطه دیگه افغانستان از خاک خود دفاع می کنه. از این که یک چهره وحدت ملی وطن دوستی زیادتر شده نمی کنه که افتخار اولش با شما می کنه که فامیلش هستیم و همینطور اگه اولاد شما تربیت کده خدا هم بازم برتان صبر بده. از این سرباز ارتش یک کودک 8 ماهه بر جا مانده است. حبیبه سرابی معاون دوم زلمه رسول وعده می سپارد که هزینه های پرورش و آموزش این کودک را خواهد پرداخت. ما فقط می خواهیم که طول عمر و سعادت برای دختره که شهید پاک ما آرزو کنم و تعلیم و تربیه ای لیلا جان انشالله اگر زنده بودم به عهده می گیرم. اینان هم آن ارتشیانی هستند که اعضای بدنشان را در دفاع از مردم و خاک از دست دادند. زلمه رسول از این زخمیان ارتش نیز دیدار کرد و بخشی از مصارف پیکارهای انتخاباتی یک روزه‌اش را به این زخمیان داد. سرابگنده با ترک‌نشینان طالب پرور. این یکی از شهرهای ده‌ها باشنده پایتخت و فعال جامعه مدنی است که امروز در شهر کابل گرد آمدند. شرکت کنندگان این گرد همایی با اعلام پشتیبانیشان از نیروهای امنیتی کشور از حکومت میخواهند تا موقفش را در برابر دشمنان میهن روشن سازد. سید تازم آرش گزارش میدهد. اینان در هوای سرد و بارانی گرد آمدند تا یاد آن سربازان ارتش را که در رویداد غازی آباد ولایت کنر کشته شدند گرامی دارند و از نیروهای امنیتی پشتیبانی نمایند. روزنامه‌نگاران، دانشجویان و شمار از فعالان جامعه مدنی در اینجا گرد آمدند و به ضد آنچه که سیاست‌های دوپالوی حکومت گفته می‌شود شهار سر می‌دهند. پلیس اردوی ما، همت نیروی ما، برادر ناراضی، نشهید از نیازی. شمار از فعالان جامعه مدنی سیاست‌های حکومت را در برابر نیروهای امنیتی کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که ادامه چنین سیاست‌ها انگیزه نیروهای امنیتی را در دفاع از سرزمینشان صدمه خواهد زد. مردم افغانستان امروز همگی ما که یک جای داریم، ما نشان داریم که ما از اردوی افغانستان همگی ما حمایت میکنیم. ما محکوم بکنیم کسانی را که در جاهای امن و گرم نشستن اما بازم از دشمنان و قاتلین سربازا حمایت میکنند. در میان شرکت کنندگان این گردهمایی یک نامزد ریاست جمهوری نیز دیده میشود. با وجود تمام کوتاهی هایی که دولت افغانستان در مورد قوای مسلح ما و بزرگداشت از قربانی های اشاره کرده، مردم افغانستان قدردانی خود نشان میتنمش و ما جز مردم افغانستان در این گردهمایی آمدیم که قدردانی خود بکنیم و تسلیت خود عرض بکنیم. انتظار میرفت این گردهمایی پررنگتر از این باشد، اما شاید باران سخت از شمار شرکت کنندگان کاسته باشد و روشن است کسانی در اینجا گرد آمدند که پروایی از باران و سردی هوا نداشتند. با
امروز شماره از روزنامه نگاران باشنده های پایتخت و جوانان در اینجا گرد آمدن و حمایتشان از نیروهای امنیتی کشور اعلام داشتن و یا از حکومت هم میخواهند که بیشتر به نیروها انگیزه بدن تا یا بتوانند با تمامی تهدیدهای عراس افغانان رویارویی کنند. سید اعظم آرش، تولو نیوز. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید. با تولو و شبکه جهانی تولو نیوز باشد. ادامه خبرها از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خواستار کمک جامعه جهانی در حال بحران اوکراین شدند. وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا میگویند که اوکراین میدان جنگ شرق و غرب نیست و تمامی کشورها باید برای برقراری ثبات در این کشور با هم کار کنند. در این حال حکومت موقت اوکراین واحد نیروهای نخبه این کشور را به اتهام دست داشتن در قتل معترضان امروز منحل اعلام کرد. در حالی که کشمکش ها بر سر ایجاد یک حکومت متحد در اوکراین، نگرانی ها را درباره تجزیه و بدتر شدن بحران اقتصادی این کشور افزایش دادند. قدرت های جهان گام های را برای از میان برداشتن این نگرانی ها. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با جنگکری همتای امریکاییش در واشنگتن پشتیبانیشان را از یک اوکراین آزاد و باثبات اعلام کردند. آنان میگویند که اوکراین نباید میان امریکا و روسیه گرفتار شود. این یک جنگ شرق و غرب نیست و نباید چنین باشد. تصمیم گیری درباره آینده اوکراین کار روسیه، ایالات متحده یا دیگران نیست، بل مردم اوکراین باید درباره آینده خودشان تصمیم بگیرند و ما با روسیه نیز در این باره کار خواهیم کرد. این حق مردم اوکراین است تا برای مبدل ساختن اوکراین به یک کشور آزاد و دموکراتیک تصمیم بگیرند. در همین حال واحد نیروهای ویژه پلیس اوکراین منحل گردید. وزیر داخله موقت اوکراین علت این اقدام را دست داشتن نیروهای این واحد در قتل نزدیک به 100 معترض عنوان می‌کند. همزمان با این تلاش‌های ادامه دارند تا یک حکومت وحدت ملی به روز پنج شنبه تشکیل گردد. اما نارضایتی کامل باشندگان روز زبان در جنوب و شرق اوکراین که از برکناری یانوکویچ از ریاست جمهوری به شدت عصبانی و خشمگین هستند، امیدها را برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی کمتر ساخته است. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. حزب الله لبنان حمله های جنگنده های اسرائیل را بر یکی از پایگاه های این گروه در لبنان تایید می کند. مقام های حزب الله می گویند که این حمله های هوایی اسرائیل به غیر از خسارات مادی تلفات در پی نداشته است. این مقام ها می افزایند که این کار اسرائیل تجاوز آشکار بر حاکمیت لبنان است و بدون پاسخ نخواهد ماند. آمادگی‌ها برای برگزاری 86مین دور جایزه اسکار ادامه دارند. در این جوایز که قرار است مراسم آن به روز 11 ماه حوت امسال در آمریکا برگزار شود، بازیگران فیلم‌های 12 سال بردگی، جاذبه و خازی آمریکایی بیشترین شمار نامزدان جوایز را دارند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. نبود یک برنامه ملی برای مدیریت منابع طبیعی و کمبودی های قانون معادن سبب ایجاد جنگ های داخلی در کشور خواهد شد. بر بنیاد تازه ترین گزارش دیدبان شفافیت، دادن قراردادهای معادن به زورمندان، نبود شفافیت در قراردادها و دستبرد زورمندان محلی به معادن زمینه جنگ های داخلی را در کشور فراهم خواهد ساخت. در این گزارش آمده است که ایجاد نیروهای محلی برای نگهبانی از معادن زمینه تبانی این نیروها را با زورمندان محلی برای تاراج معادن فراهم می سازد. اما وزارت معادن بخش از یافته این گزارش را رد می کند و می گوید که منابع معدنی به گونه شفاف قرارداد می شوند. ذبیح الله جهان مل گزارش می دهد. دیدبان شفافیت موارد مانند کاستی ها در قانون معادن، نبود مدیریت، نبود شفافیت در قراردادها، نبود نظارت، واگذاری معادن به اشخاص زورمند و بانفوذ، دخالت پلیس محلی در استخراج معادن و نبود اطلاعات کافی درباره قراردادها را زمینه ساز جنگ های داخلی می دانند که احتمالاً از بیرون کشور سازماندهی خواهند شد. منابع طبیعی مثلاً یک دلیل باشند برای جنگ و برای یک
برای فساد و هیچ به مردم افغانستان فایده نمیاره. از این خاطر ما میگم که امنیت افغانستان میتونه یک تصمیم بگیره که به کدام طرف میره و این اقدامات اونا کمک میکنن که به طرف سالم بره. در این گزارش از حکومت کنونی و حکومت آینده خواسته شده است تا برای جلوگیری از جنگ‌های داخلی قانون معادن را جدی بگیرند. بر بنیاد این گزارش بیشترین سود را از معادن کشور، افراد زورمند و کشورهای همسایه می‌برند و احتمال دارد که این کشورها در جنگ‌های احتمالی آینده در کشور نقش داشته باشند. دیده شده که برای پلیس‌های محلی هم قرارداد داده شده یا پلیس‌های محلی اجازه زیر داره که استخراج کنه به غیر از اینکه دولت از پیشان بپرسه که آیا وظیفه از وا امنیت گرفتن است یا داخل استخراج صنایع استخراجی هستند. مسئولیت ای که امروز معادن به گونه غیر قانونی استخراج میشه، این اساسی‌ترین مسئله ش امنیت است و تامین امنیت از این برمیگرده به نهادهای امنیتی و ای که اوی در زورمندان متوسل به استخراج غیر قانونی میشه و چگونگی روشنایی قانون در این مسئله چیاسی برمیگرده به نهادهای قضایی. در این گزارش وضعیت کنونی افغانستان با شمار از کشورهای آفریقایی مانند کنگو به مقایسه گرفته شده است، کشورهایی که استخراج منابع معدنیشان به جای رشد اقتصادی سبب جنگهای ویرانگر داخلی و هدر رفتن منابع معدنیشان شده است. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 40 پول، یک یورو 78 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 930 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی. با اکنون هم میرسعید صدیقی با تازه های از جهان ورزش. خوش آمدین سپاس. جان سپاس همکار عزیز. خبرهای ورزشی را از کرکت آغاز میکنیم. اما پیش از آن این هم چند رویداد ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های کرکت قهرمانی جام آسیا فردا در برابر پاکستان به میدان می‌رود. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان تا کنون سه بار روی در روی هم قرار گرفتند و هر سه بار برنده میدان پاکستان بوده است. رقابت‌های کرکت قهرمانی جام آسیا با حضور افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هند و سریلانکا در بنگلادش برگزار شدند. این نخستین بار است که ملی پوشان کرکت افغانستان حضور در رقابت‌های قهرمانی جام آسیا را تجربه می‌کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار دوستانه فوتبال تیم میگا کاریک قطر را شکست داد. شاگردان یوسف کارگر پس از یک دور تمرینات فشرده 12 روزه در قطر در یک بازی دوستانه روی در روی باشگاه میگا کاریک قطر ایستادند و سرانجام 8-1 رقیب قطریشان را در هم کوبیدند. هدف از این تمرینات فشرده در قطر گزینش چهره های برتر تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت در رقابت های چلنج کپ آسیا گفته شده است. در این تمرینات فشرده و ارزیابی اعضای تیم ملی فوتبال کشور که در افغانستان و خارج از افغانستان زندگی میکنند شرکت داشتند. تیم ملی فوتبال کشور فردا به کابل برمیگردد. تیم ملی تکواندو افغانستان در نخستین روز 25مین در رقابت‌های جام فجر به دو مدال برنز دست یافت. مسعود کریمی مبارز برتر کشور در وزن منفی 80 کیلوگرم با شکست دادن ورزشکاران ارمنستان و عراق و شکست در برابر مبارز ایرانی مدال برنز گرفت. زهرا ابراهیمی ملی پوش دیگر کشور که در ایران زندگی می‌کند نیز با دو پیروزی و یک شکست به مدال برنز رسید. و اکنون چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان میکند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین منفی 2. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین 2. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 2. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 8. و شهر هرات آفتابی،
بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 1. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس.